تحکم کننده نظام در لحظات معین متاسفانه حاد تاریخ وجود نداشته باشن، نظام سرکوبگر است، نظام چپاولگر است، نظام غارتگر است. بنده مدیریت یک دفتر ستاد انتخاباتی یکی از نامزدار به هرات با عهده دارم. ممکن مورد انتقاد قرار بگیرم به خاطر پسینه سیاسی معینی که دارم و نگاه اینمی جامعه شناسانه ای که به شما عرض میکنم، نظام شر فاسده. رئیس جمهور انتخاباتی انتخاب شده بنده هم فردا تا نظام شما شر میشه. برای چه کار باید بکنیم؟ گلایه کردن، شکوه کردن، مطالبات اخلاقی کردن از نظام سیاسی درست نیست. مطالبات باید فعال باشه. ما اصطلاحی در جامعه شناسی به نام مطالبه فعال داریم. یعنی پشت مطالبه نیروی تحقق دهنده باید وجود داشته باشه. سندیکای کارگری داریم، کارگر نداریم. اتحادیه دیقانی داریم، دیقانان ما پراکنده هستند، مظلوم هستند، سرکوب شده هستند. تشکیلات های قوی روشن فکری داریم، نمی کنیم، اعتقاد هم به اونا نداریم. در کدام حوزه کار کردیم؟ به کجا استفاده هستیم؟ مطالبه فعال است و گرفته میشه از نظام. نظام خدمتگار ما و شما نخواهد بود. هیچ نظامی نخواهد بود. بی تفاوت که کدام یک باشه. بر سر سانترالیست بودن یا متمرکز بودن نظام یا دموکراتیک یا پارلمانی بودن نظام میشه آدم بحث بکنه که این با آن تفاوت هایی داره، ولی تفاوت ها مکانیکی هستند. اگر چنانچه ما مردم هرات، بنده به عنوان هراتی عرض میکنم، اگر چنانچه به طرف تشکیلات های سیاسی فعال نریم، اگر چنانچه مطالبه ها فعال نکنیم، هیچ کسی به ما خدمت نخواهد کرد. ما هستیم و سرنوشت ما. عبور از انتخابات یک وظیفه ملی هست. عزیزان، ما انتخاب بین یک حداقل مفید و حد اکثر موجود و ممکن میکنیم. نجات نظام. بس بر سر نظام خوب نیست. کی آمده گفته ما میتونیم نظام خوب بیاریم؟ معقول گپ بزنیم؟ کی میتونه؟ با چه امکاناتی؟ با چه بودجه؟ با چه ظرفیت های علمی؟ با چه توانهای اقتصادی زیربنایی؟ خب هیچی وجود نداره. بنابراین حداقل نجات نظام هست. نظام نباید بیفته، شر بوده، شر کافی و جامع بوده، سرکوب کرده، فساد کرده، مار بیاب تاریخی کرده. همینا دوباره از درون نظام میان به عنوان حلقه‌های مافیایی. عرض میکنم خدمت شما، بیاد داشته باشیم ما در 12 سال گذشته اپوزیسیون نداشتیم. هر کی میگه دروغ میگه. اپوزیسیون مسلح در نظام شریک داشته، نماینده داشته در پارلمان که جناب مجید تشریف دارن، نماینده طالبان مسلح هم ششته بوده، در دربار ریاست جمهور هم ششته بوده. آقایانی که به عنوان نهادهای سیاسی مدنی هم اپوزیسیون بودن، وزیر داشتن در نظام، جنرال داشتن در نظام، رؤسای گمرکات داشتن در نظام، حتی شور و چپاول داشتن در نظام، اپوزیسیون نداشت. اگر می داشتیم روزگار ما به اینجا نمی رسید که ما به حد اقل ممکن یعنی نجات نظام تن بدهیم. بنده خلاف مخالف نظام هستم، میرم برای آقای کرزی کار میکنم. به طور مثال عرض میکنم، یک وظیفه ملی تاریخی معقول وجود داره. نظام را همه ما باید نجات بدیم. سقوط نظام سقوط همه ارزش های ما و همه دستاوردهای حداقلی بدبختی که داریم خواهد. مسائل ما بعد از انتخابات است. بعد انتخابات چیکار میکنیم؟ همین وضعیت گلایه میکنیم، شکوه میکنیم، شعر و شاعری میگیم، انواع و اقسام مصیبت ها تعریف میکنیم، از سقوط فرهنگی، سقوط اقتصادی، از گدایان، از بدبخت ها، از کمرکلا و معتادین و فرار مغز ها و فرار سرمایه تعریف میکنیم، شعر و ترانه میکنیم. یا ایست که بعد از انتخابات دوران مبارزات سیاسی ما هست، بنده به عنوان کسی که برای یک نظام کار میکنم، بعد از انتخابات اپوزیسیون قطعی همه گونه نظام های افغانستان خواهم بود. اونجا است معلوم میشه ما چقدر سیاسی هستیم و ما چقدر میتونیم نظام مهار بکنیم و چقدر نگذاریم که نظام ما رو سرکوب بکنه. سپاسگزارم از شما که به راضی بود. تشکر از آقای عبیبی. خانم لیلوان ایمانی مثل که صحبت دارن، صدقه وقت دارن. به نام خدا، با عرض ادب و احترام و با عرض سپاس از جناب آقای مرادیان، من سعی میکنم همون صدقیقه وقت بیشتر نگیرم. فقط قبل از اینکه مشخصا عنوان یک هراتی خواسته باشم توقع خور بیان بکنم، دوست دارم به عنوان یک شهروند افغان، یک اصل خیلی کلیر که خب طبیعی هست میتونه که در سالم بودن نظام و حکومت آینده نقش مؤثر داشته باشه،
شرح بودم و او عبارت از عملگرایی یا پراگماتیسم استوار بر سیاست اصولی مشخص هست، یعنی که دولت و حکومت آینده در قبال سیاست خارجی و داخلی خود باید موضع صریح، روشن و مشخص داشته باشه. و از ورطه شعار دیگه قدم بگذاره به ورطه عمل. ما متاسفانه در طول سالیان سال که از عمر حکومت جناب آقای کرزی گذشت، هنوز هم که هنوز نتونستیم یک تعریف مشخصی از دوست و دشمن داشته باشیم. اگر یک عملگرایی استوار بر سیاست اصولی مشخص می داشتیم و سیاست داخلی خود می تونستیم واضح و مشخص بیان بکنیم، امروز یک همچین مشکلی وجود نداشت. در قبال سیاست خارجی هم دقیقاً همین مشکل وجود داره. یک روز از سپاه پاسداران متهم میشه حکومت به این که به هر حال از یک بودیجه میگیره، یک روز دیگه باز میای و دست دوستی با او دراز میکنه، و یک روز دیگه هم با صحبت‌های خیلی تند و گزنده علیه از اونا جبهه گیری میکنن. مسئله دیگه بحث سهمگیری جوانان هرات. حالا اگه خواسته باشیم با عنوان یک هراتی صحبت کنیم، جوانان تحصیل کرده هرات در حکومت آینده است. ما نرخ سواد بر اساس تحقیقاتی که ما دارم از 11% به 28% افزایش پیدا کرده و این یک دستاورد بزرگه. و سنگین‌ترین وزنه همین بار معنوی ولایت هرات به دوش داره. جوانان هراتی به دوش دارن. جوانانی که بر علاوه از این که حالا به سمت جهانی شدن میرن، به اندیشه های جهانی شدن میرن، اونا یک شناخت بومی خیلی دقیق و یک جامعه شناختی عمیق هم از مردم و منطقه دارن و طبیعی است که به مراتب میتونن مؤثرتر تمام بشن از نیروهای خارجی که اکنون به عنوان حالا همکار، نیروی همکار در خود حکومت فعالیت میکنن. و خود بالا رفتن نرخ سواد یک امیدواری خیلی عظیمی برای ما ایجاد میکنه، به خاطری که اگر ما قرار باشه کشور افغانستان رو مقایسه بکنیم با کشورهای مثل پاکستان و بنگلادش و یا حتی هند، تونسته که یک پیشرفت چشمگیری در این راستا داشته باشه. بحث دیگه ای که روی از فوق العاده تاکید میکنم، هرچند همیشه هرات وقتی که از مزیت‌های هرات گفتن، موقعیت جغرافیایی خوب هرات را گفتن و ای که چقدر همین موقعیت میتونه در ایجاد دستاوردهای هراتی ها نقش داشته باشه، اما من به این عقیده ام که همانقدر که ما حالا میتونیم که منفعت را بنابر موقعیت جغرافیایی خود کسب کنیم، مضرات را هم متاسفانه بنابر داشتن همین موقعیت جغرافیایی متقبل شدیم. بالا رفتن آمار اعتیاد در کل افغانستان و متاسفانه بنابر داشتن این موقعیت جغرافیایی که هرات داره، به عنوان یکی از معضلات فوق العاده بزرگ است که حکومت آینده باید یک بودیشه در این قسمت اختصاص بده. ما 3 میلیون دلار در سال برای کل معتادین تخصیص داده شده که حالا ما با این حساب در هر سال فقط 1 دلار برای هر معتاد داریم و این فوق العاده میتونه یک فاجعه تکان دهنده به بار بیاره. میشه که در بودجه خود بگنجانه. تشکر. ما انتظارات شهروندان دومین پایتخت افغانستان رو مطرح میکنیم که به هر حال هرات ممثل و تعیین کننده در رابطه به تمامی حوزه رای غرب افغانستانه. به هر حال یک بحث پوشیده نیست که ولایت مثل غور، بادغیس، فراه و حتی نیمروز در مجموع از لحاظ وابستگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به شدت وابسته هرات هستند. فلذا تصور ما ایست که هرات هم از لحاظ نفوذ و هم از لحاظ جغرافیایی دومین پایتخت است در گفتمان انتخابات. اگر به انتخابات گذشتن توجه بکنیم، به هر حال اون نوع یا در حقیقت سطح تمایل حوزه غرب در هرات رقم خورده، یعنی اگر کاندید در ریاست جمهوری آرای بیشتر در از هرات به دست آورده، به این معنا بوده که در حوزه غرب افغانستان مقبولیت همون افکار عمومی داشته. تصورم این است که یک بحث خوب خواهد بود که این بحث را ما به عنوان یک
تکمله مطرح بکنیم که هرات تنها مسئله ولایت هرات نیست، بلکه ممثل حوزه غرب افغانستان هم هست. مسئله دومی که من میخوام اشاره بکنم، به هر حال در بعد جامعه شناسی سیاسی یک مسئله بسیار مهم و تعیین کننده سطح فاصله بین قدرت و در حقیقت اوضای بیرون از قدرت است که بر دست مردم است. از این بود هرات با دو مشکل بسیار جدی روبرو هست. یکی سطح نازل مشارکت سیاسی هست که هرات به دلیل حالا از یک جهت میشه گفت در تناسب با پایتخت به دلیلی که دور هست به شکل از اشکال همیشه احساس میکند یا چنین تصور میکند که زیاد همون بحث‌های سیاسی برایش اهمیت آنچنانی تعیین کننده نداشته یا نمیخواهد داشته باشد برایش. این تصور فردیم هست. و مسئله دوم که در این بحث مطرح همون فقدان وحدت در کنش سیاسی است که با شامل مشارکت میشه و همچنان شناخت منافع شهروندی هرات در پیوند با این حوزه کلان که هرات به عنوان ممثل اصلی این گفتگو مطرح است. اینها مواردی است که به عنوان آسیب ها در طرح مناسبات یا در حقیقت تیوریزه کردن مناسبات سیاسی و همچنین منافع هرات در رابطه به انتخابات آینده مطرح است. به عنوان بس آخر دو تهدیدی که من میخواستم اینجا به عنوان پیام مطرح بکنم چون نیاز یا فرصت هم نیست به بحثای تشریعی دوستا همه هستن. یکی است که هرات از دو طرف تحت فشاره، هم از به شکل همون گونه که دوستا هم مطرح کردن از کابل تحت فشاره و از طرف دیگه هم از بیرون است، یعنی از مرزهای خود تحت فشار قرار داره. به همین دلیل ما یک سری قربانی هایی که در عرصه اقتصادی داریم و در عرصه سیاسی داریم و به همین شکل در عرصه‌های مختلف داریم به شکل از اشکال این دو قطب یا دو سمت فشار باعث شده که هرات به شکل اون انزوار در اون نهادینه بکنه. تصورم ایست که انتخابات آینده افغانستان و هر شموری که قرار است برنده انتخابات باشد این دو بحث به عنوان یک بحث جدی باید در نظر بگیرد، ولی طبیعی است که ما از درون باید این دو بحث روشن بسازیم که چی هست، چرا شهرک صنعتی هرات فلج شده است. بحث دومی که مطرح است چرا هرات به عنوان یک کیک که هر کس فکر میکنه میتونه او پارچه بکنه و قسمتش نوش جان بکنه با این تصور گرفتار هستن در مرکز، و مسئله سومی است که چرا در سطح حوزوی هرات اون اتحاد و در حقیقت همگرایی حوزوی به سمت تعیین کنندگی کنش سیاسی خود رقم نزند. تشکر. سپاس از آقای سالک. نوبت آقای خطیبی است. گفته آید در حدیثی ایران ما تشکر میکنم از انتظاری که امروز دوی موضوعی نظام متمرکز و غیر متمرکز بس کردن. این بس ما در سال دوازده سال خرد خر کردیم و هنوز هم آقای از ریس روی از این بس هم امروز خود است که کسایی که شیلی شما رو اتماق میزدن امروز خودش کنم کنم است برای بس که موضوع بیم در جمع جناب دکتر سید سبا ما برش بودم که در مسیر انتخابات چی رایی بسید؟ چی کار میکنم؟ بیاییم هراتی ها حداقل یک تفکر بکنیم، یک تجمع بکنیم و ببینیم که کدام سرم بکنیم. نگه پاچه پاچه رکه حتی کنم درست ولی این موضوع ما ولی این ما چی توقعاتی هست؟ نامزدان انتخابات دیاسه جمهوری داره در نمازه این پریشت یا فکر میکنم جناب دکتر سید مرادیان هم پیشی واسی کاندید به قول معروف بطر از ملیت رو دکتر عبدالله و یکی از سوالات جناب مرادیان راجع به خط دیورند و مسئله مشکل با پاکستان ما تا آخری این مسئله تحقیق کردم متاسفانه که هیچ کنم از این نامزدان محترم جواب قانع کننده برای دکتر سید مرادیان و دیگران هم تقدیم نکردم. جلوه این مز دکتر سید مرادیان
دکتر سید مراجیان من حیث مشاور وزارت خارجه، من حیث رئیس مرکز مطالعات استراتژی، هیچ سندی در همین جهت ارائه نکردم که برادر من جناب محترم دکتر سید اشرفی آموزی دکتر سید عبدالله سرمایه‌شویی مسئله خط دیوران در سال 1984 حل شده دیگه. شما میخواید از این چی بگید که مردم احوال بکنید که مردم در این زمینه تصمیم بگیرند؟ ببینید در یک مناظره تلویزیونی که کاندیدان محترم ریاست جمهوری در اونجا هستند اینقدر خرافگینی بکنند، آیا راجع به من و راجع به خواستهای من و راجع به خواستهای مردم که هیچ نهادی نیست که برن در اون وقت از اینا تحقیق بکنند چی بگیرند؟ علی جانب شما در مناظره بگیرد ما پیرن بگیرد، ولی بس اگر روی هرات هست از یک تنها شما چند نفر کاندید ریاست جمهوری دارد؟ در هرات شما قطع رجال هست، در هرات ما قطع رجال هست. اگر یک بدبخت بیچاره مثل من یا مثل یکی دیگر هم رفت به دنبال کسی دیگه و خواست مطرح بکنه، همه تان چماق به دستتون دون با فرق از او کبیده نکبیدین؟ ببینیم برادرها، از یک قندها شما 3 الی 4 نفر کاندید ریاست جمهوری و از هرات شما 1 نفر معاون ریاست جمهوری داریم. حالی و هم مناسبات چی هست و روابط چی هست اینا رو میگذاریم سر جای. هرات در طول همین تاریخ 200 ساله حداقل با گذشته کار نداریم، بسیار خوب نمیدیم، همیشه دست دوم بود. ما مستوفی های بسیار خوبی داشتیم، آقای استخاب بهترین شخص، آقای مستوفی صاحب علی، مستوفی صاحب عبدالغنی فلانی بود، بهترین همیشه جمع کردم و تقدیم کردم. کجا ولی خوبی داشتیم شما از هرات برای من نشان بدید؟ تا زمانی که شمع سیاسی و شمع آمریت و شمع حکومت در هراتیا بروز نکنه و ظهور نکنه، هراتیا همیشه تو سری خور این و آنن. پس هیچ گلایه هم نکنین تا زمانی که برپا نایستن، تا زمانی که حقوق سیاسی خود از طریق مطالبات مشروع نتونین تامین بکنین، همیشه تو سری میخونین. السلام علیکم و رحمت الله. سپاسگزارم از جناب آقای خطیبی. آقای یوسفی نوبت نایه مایک و جناب انوشار یوسفی برسانید. عرض سلام دارم خدمت دوستای محترم. حرفات زیاد زدن دوستا در رابطه به هرات و در رابطه به همه. خواهم از خود آجندای بزدور نشین انتظارات هرات از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری. بخواهم که کسی از نماینده های کاندیدان محترم هستن در اینجا تشریف دارن که سوالات یا انتظارات ما ثبت بکنن در اینجا، یا اینا رو مربوط خود اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان است که یا رو میرسانن برای اجرا. کسی از دوستا هستن نماینده های ریاست جمهوری؟ ما تعداد زیاد رو دعوت کردیم، از همه کاندیدا تعداد آمدن یا تعداد نیومدن؟ بس سهم مدیریتی رو دوستا بیشتر گفتن، از آقای شیر گرفته تا به همگی. من این تا فکر میکنم که چندان بیسم هم در این شرکت سهامی 12 سال قبل نبودین، ما سهیم بودین. متاسفانه سهمدارانی که باید نمایندگی از هرات میکردن و عملکردشان هرات شمول میبود، بیشتر عملکرد گروهی و شخصی داشتن. نه تنها ما بهره ای از عملکردهای از اینا ندیدیم، بلکه همیشه مشکلاتی را در هرات هم شما شاهده از این تاریخ گذشته در سال 12 سال هستیم. در رابطه به انتظارات، خب به هر صورت انتظارات همونطور که استاد محترم گفتن انسان اندیشمند است و اندیشه نگاه و ویژن بر انسان میده، دیدگاه میده و دیدگاه ملزمه انتظارات و توقعات است. انسان حقش است که باید انتظارات داشته باشه و توقعات داشته باشه و امیدوار باشه. من می نیست یک شاگرد اقتصاد در بحث مسائل اقتصادی، من انتظاراتی که نه تنها در هرات بلکه در کل اقتصاد ملی افغانستان از کاندیدان محترم دارم، توجه به رشد و انکشاف سکتور زراعت من حیث کلید انکشاف اقتصادی افغانستان، برای از اینکه بیشترین اکثریت نفوس مستعد و کار ما در حوزه زراعت و مالداری زندگی میکنند. یک و از طرف سکتور زراعت تا حال هم سهم
قابل ملاحظه را در تولید ناخالص ملی کشور دارد و با توجه به معضلاتی که ما از بابت بیکاری، از بابت جنگ، از بابت کشت تریاک، از بابت اعتیاد داریم، انکشاف سکتور زراعت میتونه مشکلات در ناحیه بیکاری، در ناحیه سربازگیری در خیرجات توسط دشمنان مردم افغانستان، در رابطه به اعتیاد و سایر معضلات اجتماعی و جرایم داشته باشه و اینا را به حداقل برسانه. متاسفانه خود استراتژی انکشاف اقتصاد ملی افغانستان تا 10 سال در حال که ما خود چندان استراتژی انکشاف ملی نیدم روی کاغذ بوده، هیچ توجه به سکتور زراعت نبوده. من این حیث یک کارمند بانک، ما وقتی که سهم کریدیت های توزیع شده در نظام اقتصادی مطالعه میکنید، میبینید که حد اکثر بین 5-7% سرمایه های ملی به طرف انکشاف اقتصادی در سایه زراعت میره. یعنی 60% مردم افغانستان 7% کریدیت برای انکشاف و برای بهبود زندگی خود مستفید میشن و بیشتر کریدیت ها در حوزه تجارت و در اشیا و اموال لوکس و وارد کردن موترهای آخرین سیستم مصرف میشن. بانک انکشاف زراعتی داشتین در اولین روزهای آمدن حکومت موقت و بانه از اینکه بزنس پلان خود طرح کردن نتانست یا مفیدیت خود در آینده محقق نتانست بسازه، چنانچه تمام ارگان های دولتی و غیر دولتی تاله نتانستن این کار رو بکنن، تا این دستان اونا سقوط کردن و بالاخره اونا یا وادار به سقوط ساختن. فقط تأکید سر انکشاف سکتور زراعت است که من میورم این ایسی یک کلید انکشاف اقتصادی برای انکشاف اقتصادی افغانستان میدانم. تشکر شد. سپاس. نوبت آقای مهدی عدید است. ایسم مایکی برسن. بسم الله الرحمن الرحیم. ظاهرن آنقدر دیگه فکرها خسته شده که دیگه منتظر از زودتره که بحث جمع بشه و همه تشریفا خور ببرن. من ادعا نمی کنم که بیشتر کمتر از صدقه گپ میزنم، سعی می کنم که به وقت ختم بشه. اولا ما یک فعلا حق انتخاب داریم. همین حق انتخاب کی بری مردم ما داده؟ یک سواله. کسی که همین حق انتخاب داده قانون کی تعیین کنه؟ پیش از اینکه قانون بیاد اما جامعه مدنی که آوردن گفتن دموکراسی باشه که مردم حق انتخاب دادن، همون یک سلسله خواسته های دارن که اون خواسته اینا باید تامین بشه. اگه اون خواسته اینا تامین نشود چه کار میشه؟ این سوال باید در نظر داشته باشیم. و در ابتدا وقتی که اینا اومدن از مبتدی بودن مردم سوء استفاده شد. مردم در دموکراسی هیچ نوع تجربه قبلی نداشتن، با استفاده از تکنیک هایی که اونا داشتن گرفتن از افکار خام مردم و از صداقت مردم سوء استفاده شد. افراد واقعا اصلاح در عرصه سیاست حضور پیدا نکردن، مردم هم مبین یک نفر انتخاب کردن، او هم به اساس همون زدبند های سیاسی که تحمیل شده بود. وقتی که شد فعلا به چرخه افتاد، مردم آگاهی ناکافی داشتن، از آگاهی ناکافی از اینا سوء استفاده شد، در اثر سوء استفاده از اینا افراد اصلح پیدا نشد، کسانی آمدن مسیر به دیگه جهتی بردن، آرمان‌های مردم تطبیق نشد. وقتی که تطبیق نشد خواسته‌ها از اینا چکار شد؟ عدم اعتماد پیدا شد و بیرون رفتن از صحنه سیاست. وقتی که از صحنه سیاست بیرون بشیم باز چکار میشه؟ منجر به عدم آگاهی میشه، چرخه برفت، عوضی که مثلا یک درجه بالا بره یک درجه پایین تر رفت. و همین وضعیت اگه باشه خدا با حال همگی رحم بکنه. چند تا چیز پیشنهاد دارم و التماس تا. یکی افزایش روند آگاهی دهی در هر مقطعی که باشه، چی در مرحله قبل از انتخابات، چی در جریان انتخابات، چی بعد از انتخابات تا به انتخابات دیگه، باید مردم رو آگاه بسازیم در همین قسمت. تمرکز روی برنامه‌های حیاتی و سیستم وابستگی معنوی. هرات به عنوان مثلا مشخص است که مهد چی و چی و چی و چی. اینها رو بگیرین آنقدر بزرگ بکنه که تمام افغانستان به داشتن اینا افتخار بکنه و احساس نیاز بکنه. ما خوشبختانه اندیشه های فرهنگی بسیار خوب داریم. اینا رو بگیم مانور بدیم به جامعه افغانستان، نشون بدیم که ما همین رقم افکار داریم، تا دیگه قدرت هایم که در آینده هرات ارائه میکنه مردم به او باور داشته باشن. دیگه به خاطر اینکه در صحنه فعلی که هست برد دولت به تناسب برد قومگرایی کمتر بوده. مردم هر وقت از مشکل به دولت گرفته، از چینل نمایندگی قومی خرفته، مشکل خود دولت حل کرده. پس میفهمیم که در اینجا قوم از این بیشتر از دولت از زور داره. خب خود به خود ماهیت دولت
زیر سوال میره. و تاکید ما داریم در قسمت ظرفیت سازی هرات به عنوان همیشه پیشتاز بوده در هر عرصه، همین پیشتازی خود حفظ کنه و مانور بده تا بریم همه مردم افغانستان ثابت بشه که هرات ظرفیت داره و این ظرفیت ها از این قابل قبوله. چنانچه بزرگوارا گفتن که در هرات کسی کاندید نداره، چون همه مردمی که من خود رو کاندید کنم به ریاست جمهوری، اونا روی آرای آگاهانه مردم باید تکیه بکنن که متاسفانه آرای آگاهانه مردم بسیار اندکه و خود خود حس میکنن که شانس برنده شدن در این ندارن. تشکر از توجه شما. سپاس از آقای عدید. نوبت آقای مصدق مایک و جناب آقای مصدق برسونه. با عرض سلام و احترام حضور همه حاضرین در مجلس، دوستا از دیدگاه مختلف صحبت کردن. یکی از دوستا میگفت که باید ما خود ما سیاست آینده افغانستان برش تصمیم بگیریم. من یک جمله اینجا نوشته کردم که سیاست های از قبل تعیین شده آمریکا و انگلیس برای ما تعریف شده نیست. ما برای عملکرد امروزش تصمیم میگیریم و تصمیم امروز ما به درد سیاست فردایش نمیخورد. دوستا خوبه که دکتر سی مرادیان هم اینجا، ما از 6 ماه قبل، از 7 ماه قبل جلساتی با دکتر صاحب اسپانتا، دکتر صاحب مرادیان، دکتر صاحب عزیزی بنابرای تاکیدمه که در ولسوالی کرخ با همراه دکتر صاحب اسپانتا داشتم و او وقت نگرانی خورد، تشویش خورد نسبت به آینده افغانستان و همچنین دورنما انتخابات ابراز کردیم. ترم برای ایجاد یک اتحاد واقعی مخصوصا در اوزی جنوب غرب ای بود که شورای دفاع از حقوق مردم اوزی غرب ساخته بشه و ما بتانیم متحدانه از یک کاندید حمایت بکنیم و تمام خواسته خود به صورت متحد از اون کاندید خواسته باشیم. تایی پیشنهادی که ما داشتم، ما 5 بار به کابل سفر کردم و 5 بار به حضور داشت خود دکتر سی مرادیان یک جلسه 20 نفری از بزرگا تشکیل شد که ابتدا از او در قصر ریاست جمهوری و بعد در خانه دکتر صاحب اسپانتا و جلسه آخری در خانه دکتر صاحب مرادیان. و او تر بسیار تر جامع و کاملی بود که ما میتونستیم هر نظامی که در کابل ایجاد میشد اوزی جنوب غرب میتونست از خود دفاع بکنه و حقوق امتیازات خوب دست بیاره. من میخوایم از دکتر صاحب مرادیان که باز بعدا توضیح بدن که بعد از جلسه آخری که در خانه خود از اینا دایر شد، چرا تطبیق ای پیشنهاد به تعویق افتاد و تاوال عملی نشد. بر صورت من چند تا موضوع اینجا که به حساب تهدید کننده برای آینده هرات و میخوایم که مردم هرات، اندیشمندان هرات و همچنین سیاستگزارای هرات به این متوجه بسازم، وکیل صاحبای پارلمان، وکیل صاحبای شورای ولایتی، مسئولین همه. و در مقابل از این نوشته کردم، بدون شر نوشته کردم، تستیز به شما میخوانم. 1. معارف از کمیت بعد رشد و از نظر کیفیت مواجب سقوط. 2. هرات مهاجر پذیر بدون تثبیت هویت. 3. هرات میماندار مخالفین 1 هفته استراحت، 2 هفته جنگ و کشتار اردوی ملی، پلیس ملی و مردم بیگناه. 4. 3 نقطه خطر بزرگ برای آل و اینده هرات: کمپ شهیدهی، کمپ منارا، کمپ مسلح. 5. پلیس ملی هرات پذیرای 50% معتادین و خلافکاران هدفمند که در اکثر موارد دیده شده که در بسیاری از واقعات ترور و اختطاف و دزدی ها اینا پای یک از نیروهای امنیتی به او دخیل بوده. و 6. هرات دروازه مداخله و نفوذ پذیری که از میر داود شروع میشه به طرف بادغیس، غور، میمنه و مزار شریف ادامه پیدا میکنه. و 7. تهدیدات امنیتی که مثل اختطاف، ترور، زورگویی و دیگه مسائل. که من یک مثال بسیار ساده از این میگم، یک کسی به نام حسین جان دواخانه تقریبا که شاید 1 هفته میشه که اختطافگرا پیشان خلا شد و زمینی که اونا از اون تقریبا $30,000 مطالبه کردن و گرفتن، پروتکل از اینا به اون جمعی بود که بعد از این که تو از قید اختطاف تو رها کردیم $30,000 دکرم تو میدی. این امال اونا امرای ما تماس میگیرن خانواده از اینا و متواتر تهدید میشن که $30,000 دگر بدین اعمال ما از پشتو میگیریم، سبام میگیریم، بعد جا که میگیریم. من نمیفهمم که وظیفه نیروهای امنیتی، مسئولین ولایتی در این عرصه چیه، وکیلای محترم پارلمان ما چی میتونن به ایسه پاسخگوی ای جواب مردم باشن، رئیس شورای ولایتی ششتین اینا چی میگن، چون
تمام واقعات اختطاف که شد همه و همه در بسیاری موارد در مورد آخری اختطافی که صورت گرفت که طفل از قید رباینده خلاص شد مشخص شد که کی بود و چی بود ولی دستگیری صورت نگرفت. اختطاف حسین جان که شد طول اختطاف کرد بینه که میگرفت و توسط نیروهای امنیتی شناسایی شد ولی تصمیم برش گرفته نشد و همچنان امی فیلان هم این امی واقعات اختراف ترور بیداد میکنه که امی لحظه ما زنگ زدن که دو واقع ترور امی لحظه شما در ایراد داشتین، یکی به دروازی ملک و یکی هم فکر میکنم به ایسه پایمنارا یا گلدرواز بوده که امی دقیقه اتفاق افتاده. تشکر، وقت شما تمام آقای مصدق. من یک کمی هم گفت دارم اگه اجازه.